درود عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران. من به عنوان یه دختر کرد تقاضا دارم از کسایی که صدای من رو میشنون، مخصوصا از ارتش، تقاضا دارم اگر امکانش هست لطفا به مردمتان کمک کنید. ارتش کجایی؟ براکم، مگه قسم نخوردی؟ مگه نگفتی از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنی؟ از صبح تا حالا از خواب بیدار شدم، دایرکتم پر از پیامه. همه میگن بانو شیوا تنهاییم، چه بکنیم؟ دستمان خالیه. جوابی ندارم بدم. ارتش، مگه تو قسم نخوردی در روز سختی کنار مردمت باشی؟ ارتش، مگه قسم نخوردی برای خاک سرزمینت جانت بدی؟ الان جان تمام هموطنات در خطره. صدای اسلحه را نمیشنوی؟ صدای زمین خوردن هموطنات نمیشنوی؟ مگه تو قسم نخوردی؟ مگه نگفتی در مقابل ظلم از ما دفاع میکنی؟ بهم بگو الان کجایی؟ الان که مردم دارن قلقم میشن کجایی ارتش؟ چرا به داد ما نمیرسی؟ ما از مرگ نمیترسیم برادرم، اگه میترسیدیم نمیامدیم وسط خیابان. ما از بی کسی میترسیم، از تنهایی میترسیم، از اینکه بخوریم زمینی اجنبی ها دست بزنن به دختر و زن ایرانی. ارتش کجای؟ چرا بلند نمیشی؟ چرا به داد ما نمیرسی؟ تو سلاح داری، تو آموزش نظامی دیدی. او بچه 16-17 ساله هیچی از جنگ نمیدانه، فقط آزادیشو میخواد، برای آزادی داره تلاش میکنه، فقط داره میاد وسط آزادی رو فریاد میزنه. اما ارتش تو دیدی، تو مسئولی در مقابل مردم سرزمینت. چرا بلند نمیشی برادرم؟ منتظری همه مانو بکشن؟ منتظری یکی یکی ما بیفتیم روی خاک؟ خود چه بکنیم؟ بسیج میزنه، سپاه میزنه، حشد و شعبی میزنه، فاطمیون میزنه و ارتش ما هنوز نفس میکشه. درد ما اینه. میدانی چرا گریه میکنم؟ از مرگ نمیترسم، به خدا به شرفم قسم به پابوس مرگ میرم. وقتی قراره در ذلت زندگی بکنم نمیخوام این زندگی، نمیخوام. وقتی مهسارم میکشن، ندارم میکشن، پویا بختیاریم میکشن، نوید افکاریم میکشن، میدانی چه به هم زور داره؟ میدانی از چه میسوزم؟ از این که ارتشم هنوز نفس میکشه. این خیلی درد داره. تو سلاح داری، تو قدرت داری ارتش، تو خیلی قدرت داری، تو کم نیستی. مردم دست خالی رو میبینی؟ میبینی چطور وای میسن جلو تیر و تفنگ؟ خب مال داباد، خانه داباد کجایی برگم؟ از صبح از ایران 20 برام پیام آمده، هی میگن بانو شیوا چه بکنیم؟ دستمان خالی، دشمن داره میزنتمان، چه بکنیم؟ میگم سر ارتشمان سلامت، به خدا ننگه، به خدا یه روزی روت نمیشه از توی خیابان رد بشی، به خدا یه روزی خجالت میکشی، پاته میذاری رو خونه ای هموطنات. ارتش،
بسیجی باشه میگیم بسیجیه، ایبی نداره، خودشو فروخته. سپاهیه میگیم خو سپاهی، خودشو فروخته به پول. خو ارتش تو دیگه چرا؟ سرت سلامت. این مردم دستشان خالیه، این مردم دستشان خالی، این مردم برای شرافتشان بلند شدن، این مردم برای ناموسشان بلند شدن. خو ارتش بلند شو، تو سلاح داری، تو میتونی به ما کمک بکنی. من خجالت میکشم، تو سرزمینم به هم حمله میکنن و ارتش دارم. ما ارتش داریم، همه میگن ارتش کجاست. تا حالا دیدی یکی بگه سپاه کجایی، بگه نیرو انتظامی کجایی، بگه بسیج کجایی؟ اینا همشان به ما خیانت کردن. ما رو اینا هیچ حسابی نمو کنیم. اینا خودشان در طول تاریخ این 43 سال به ما نشان دادن، ولی ارتش ما دلمان به شما گرمه. تصویرها رو نمیبینی، تو رو جان مادرت، تو رو جان اولادت، این تصویرها رو نمیبینی؟ این مردمی که دارن تیر مخورن نمیبینی؟ این بچه های جوان جوان، تو رو خدا این آینده شان بره زیر گل. خدا چجوری میتونی فردا زندگی بکنی تو ایران؟ خدا چجوری میتونی فردا نفس بکشی؟ آخه لام هستم. خب من چه بکنم؟ هیچ کاری از دستم بر نمیاد. اون قدیما اگه جنگی میشد میگفتن برو بشین خانم، زن در خانه میمانه، ما مردا باید بیریم بیرون. الان نگاه کن، همه زن ها وسط خیابانن، زن با ویلچر آمده وسط خیابان. خب برادرم تو کجای؟ تو سلاح داری، تو قدرت داری، ارتش سپاه ما را بکشه، بسیج ما را بکشه، نیرو انتظامی ما را میزنه، ما دلمان به یه ارتش خوشه. خلا مستم بیا وسط. مگه این جان چنی شیرینه؟ مگه این جان چنی شیرینه؟ مگه تو چقدر دیگه عمر میکنی آخه؟ خب چطور روت میشه تو صورت این مادرها نگاه بکنی؟ مگه شما ارتشیا نبودین؟ جنازه او دختره دست عراقیان نجات دارین؟ خب الان کجا این دخترای سرزمینتانه؟ بیا نگاه بکنین، گیساشانه میکشن رو زمین، باباتون میزننشان، تمام جانشانه تیکه تیکه میکنن. خب ارتش بهم بگو تو کجایی؟ لام هستم. از تو بیدار شدم، دوستان پیام میدن بانو شیوا ما زنده ایم، ما نفس میکشیم، ما برای آزادی تلاش میکنیم، فقط یه کمی قدرت میخوایم، فقط یه کمی سلاح میخوایم. یعنی دو تا سردار با شرف توی ارتش پیدا نمیشه؟ یعنی دو تا گروبان با شرف توی ارتش پیدا نمیشه؟ بیا به داد ما برسه. خب ما همه جا پشتتان بودیم، ما کردا همه جا کنارتان بودیم. الان مسئله کرد و فارس نیم، مسئله ایرانه، ایران. ما تهدید میکنن، میگن ما گل میدیم به مزارتان. بی شرف، ما از مرگ نمیترسیم، ما فقط نگران این زن و بچه بی کس و کاریم، بعد ما چه به سرشان میاد؟ زیر دست شما چطوری زندگی میکنن؟ خدا کنه صدا ما بشنوین، خدا کنه این صدا تو گوشتان بمانه، خدا کنه اگه نمیایین بیرون، خدا کنه اگه وجدانتان خوابه، عیبی نداره، نیا. ولی به شرفم قسم تا آخر عمر زجر خواهی کشید.
به دیس مادرم قسم تو آخر عمر به خودت مثل مار میپیچی و عذاب وجدان میگیری که چرا از سرزمین دفاع نکردی؟ چرا اجازه دادی خواهر مادرت از سلاخی بکنن؟ این بچه های نگاه کن 13-14 سال آمدن وسط خیابان، تو کجایی به تکیه بکنن؟ اگه نیای من هیچ وقت نمیبخشمت، اگه نیای هیچ وقت حلالت نمیکنم. این دوستای من اگه بمیرن، خدا کنه بمیری ارزش. اگه بمیری قسم بخورم میگم ما ارتش نداشتیم، ما بی کس و کار بودیم. اینا برای حق و برای آزادی آمدن، اینا آمدن که حقشانه بگیرن، اینا آمدن که دفاع بکنن از سرزمینشان. اینا برای چه آمدن؟ این مردم، این مردم آمدن دیگه بیشتر از این شرافتشان پایمال نشه. تو داری ما رو با خاک یکسان میکنی، اینا میخوان ما بدون شرف زندگی کنیم. ما بی شرف زندگی نمیکنیم، میفهمی؟ ما برای شرف ما زندگی میکنیم. ارتش جان مادرت بیا، ما منتظریم تو رو، خدا تنها نذار مردمه. خواهش میکنم ازت بیا کنار مردمت، اجازه ندار، اجازه نده این هموطنها مثل دسته گل دانه به دانه دارن پر پر میشن. روله بیا ازت، نذار مردمت کشته بشه. همه شان صدا میزنن، همه میگن ارتش کجاست؟ دیدی یکی بگه بسیج کجایی، سپاه کجایی، نیرو انتظامی کجایی؟ چون اینا ثابت شدن، همه میگن ارتش کجایی، دارن مکشنمان. جان مادرت بیا تا دیر نشده. به معنای وطن رسید.